نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 6 صفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست فرمودند بنابر نظر اکثر فقها حکم حاکم شرع و فقیه جامع و شرایط در تمام موضوعات نافذ است، از جمله در مسئله رؤیت هلال. در چنین شرایطی اگر کسی شک کرد که اول ماه ثابت شده یا خیر، بنابر قول مشهور فقها حکم حاکم شرع معتبر است، که من هم این نظریه را قبول دارم. بنابر این نظریه فقهی حکم حاکم شرع فقط در احکام نبوده بلکه اطلاق داشته و در موضوعات هم معتبر است. البته جماعتی از فقها که تعدادشان زیاد نیست و در میان متأخرین کم هستند و از بین 41 حاشیه که بر عروه الوثقی زده شده شاید فقط 4 یا 5 حاشیه وجود داشته باشد، گفتند که حکم حاکم شرع در موضوعاتی که در باب قضا نبوده و محل نزاع نیست، مانند اثبات رؤیت هلال، حجت نیست. معظم الله همچنین فرمودند موضوعاتی مانند افلاس و سفیه و مجنون بودن نیز شامل این قاعده می شود. لذا اگر عرفاً این موارد ثابت شده و محرز است که حکم مشخص است، اما در مواردی که افلاس یا جنون یا سفیه بودن فردی محرز نبوده، بنابر قول مشهور فقها حکم حاکم شرع مطلقاً چه در باب قضا و چه در غیر قضا معتبر است و می تواند در موضوعات هم حکم کند که آن شخص مفلس یا مجنون یا سفیه است و یا نیست. بنابراین اگر فقیه جامع و شرایط گفت این فرد مجنون است، او حکم مجنون را پیدا می کند. ایشان در ادامه فرمودند البته تعداد کمی از فقها حکم حاکم شرع را فقط در قضا و موارد نزاع معتبر می دانند. مثلا زمانی که دو نفر بر سر مالکیت یک خانه نزاع و اختلاف دارند، می گویند فقط در چنین شرایطی حکم فقیه جامع و شرایط نافذ است. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با ولایت بر امور حسبه فرمودند در چنین شرایطی هم حکم حاکم شرع لازم است، اما اگر به حاکم شرع دسترسی نبود عدول مؤمنین و اگر به عدول مؤمنین دسترسی نبود به فرد مؤمن ولو عدالتش احراز نشده باشد باید مراجعه کرد. معظم الله با اشاره به قاعده اقرار افراد عاقل به زیان خودشان نافذ است که این قاعده برگرفته از سخن پیامبر اکرم است، فرمودند اگر شخص عاقلی اقرار کند که به کسی بدهکار است یا مفلس است یا به گناهی اعتراف کند از او پذیرفته می شود و مسئله محرز است، اما اگر محرز نبود مراتبی دارد. ابتدا اگر دسترسی به فقیه جامع و شرایط بود حاکم شرع باید حکم کند، اگر به فقیه جامع و شرایط دسترسی نبود باید به عدول مؤمنین رجوع کرد و در صورت عدم دسترسی به عدول مؤمنین به مؤمن باید مراجعه شود ولو عدالتش احراز نشده باشد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. فقیه جامع شرایط حکم کرد، حکم بله تمام موضوعات اگر فقیه جامع شرایط حکم کرد حکم نافذه. وقتی یکیش هم هلاله که در باب هلال اگر حکم کرد و یک کسی راستی شک داره که ثابت شده یا نه، بنابر مشهور معتبره، منم قبول دارم از باب اینکه حکم حاکم اذا حکم به حکمنا اطلاق داره، فقط در احکام نیست. جماعتی که خیلی هم نیستن، تو متأخرین کمن، حاشیه های عروه رو ببینید، یه عروه که 41 حاشیه داره شاید 4-5 تا حاشیه باشه که میگن نه حکم حاکم در موضوعاتی که باب قضا نباشه، نه اینکه نزاع خلاف باشه، میگن حجت نیست. وقتی یکشم هلاله دیگه،